بودن تو بازار ارزهای دیجیتال نیاز به دانش کافی داره. همونطور که در نزول اخیر بازار خیلی از افراد هیجانی مقدار زیادی از سرمایه‌شون رو از دست دادن، مطمئنم شما هم بعد از این اتفاق کنجکاو شدین که این بازار و ارزهای معروفی مثل اتریوم چه آینده‌ای خواهند داشت. میلیونرهای عزیز سلام، خوش اومدید به ویدیوی امروز. امروز می‌خوایم درباره اتریوم صحبت کنیم. خوشحال میشیم ویدیومون رو لایک و کانالمون رو با زدن دکمه زنگوله دنبال کنید تا ویدیوهای جدیدمون با شما به اشتراک گذاشته بشه. معرفی ارز دیجیتال اتریوم. اتریوم یه ارز دیجیتال بر بستر شبکه بلاکچین به صورت غیر متمرکزه که علاوه بر انتقال پول، قراردادهای هوشمند مختلف به صورت دیجیتالی انجام میشه. این پلتفرم در سال 2015 توسط یک جوان روسی اختراع شد. ممکنه تا به حال نشنیده باشید که این ارز دو نوعه، اتریوم و اتریوم کلاسیک. قرارداد هوشمند یک پلتفرمه که طی شرایط خاصی که از قبل براش تعیین شده، در صورتی که این شرایط مهیا باشه، قرارداد به صورت خودکار انجام میشه. این ارز کاملا مجزا و بدون دخالت هر ارگانی فعالیت میکنه. در این پلتفرم فعالیت‌های مالی مختلف به صورت آزاد انجام میشه. تحلیل اتریوم. نظر تحلیلگران این روزها به اتریوم جلب شده. توسعه بلاکچین‌های مبتنی بر اتریوم هم میتونه باعث بالا رفتن اعتبارش بشه. از طرفی اتریوم عملکرد تکنیکال بهتری نسبت به بیت کوین داشته و رقیب اصلی بیت کوین به حساب میاد. هرچند درسته که از نظر قیمتی چندان هم رقیب به حساب نمیاد، اما نباید فراموش کنید که از نظر تکنیکال و فاندامنتال بهتره. همچنین قیمت اتریوم از آغاز سال میلادی تا به حال مثل ارزهای دیگه بازار حدود 22% رشد کرده. با توجه به روندی که طی کرده، امیدواریم در چند ماه باقی مونده از سال همچنان رشد خوبی در پیش داشته باشه. عده‌ای از تحلیلگران از افزایش موجودی اتریوم در صرافی‌ها خبر میدن که از 19.32 میلیون به 19.47 میلیون رسیده و این 150,000 اتریوم وارد شده به مرکز میتونه به ما خبر فروش و نزولی شدن اتریوم رو بده که باید دید چی پیش میاد. آینده اتریوم. صحبت‌های مختلفی درباره آینده 4 ساله ارزهای دیجیتال وجود داره. اتریوم هم با داشتن رتبه دوم در بازار ارزهای دیجیتال در زمره این صحبت‌ها قرار داره. بعضی از فعالان و متخصصان معتقدن که تکنولوژی اتریوم میتونه اینترنت رو متحول کنه. سازنده اتریوم در صحبت‌هایی که کرده به تمرکز روی مسائل فنی و افزایش امنیت اون اشاره کرده. در حالت کلی کارشناسا دیده مثبتی به ارز اتریوم دارن و طی چند سال آینده سطوح بالاتری رو تجربه خواهد کرد. هرچند که بیت کوین از گذشته مورد توجه سرمایه گذاران بوده، اما سرمایه گذاران گزینه‌های مختلفی رو برای سرمایه گذاری مورد توجه قرار میدن. پلتفرم هایی که قابلیت نوآوری دارن همیشه مورد توجهشون بوده. سرمایه گذاران در پلتفرم اتریوم هم میتونن یک توکن رو نگهداری کنن و هم میتونن از افزایش استفاده از این پلتفرم توسط توسعه دهندگان شخص ثالث با ایده های جدید بهره مند بشن. با در نظر گرفتن همه این موارد طبیعیه که روز به روز سرمایه گذاران جدیدی این ارز رو برای سرمایه گذاری انتخاب کنن و باعث رشد قیمتش بشن. به طور کلی کارشناسا آینده قیمت این ارز رو در چند سال آینده حدود 1,000 تا 10,000 دلار تخمین میزنن.
نگرانی که در بین افراد درباره ارز اتریوم به چشم میخوره اینه که ممکنه قیمتش به طور ناگهانی نزول پیدا کنه، که این موضوع باعث این میشه کسانی که قصد سرمایه گذاری در این ارز رو دارن دست نگه دارن. اگه قصد سرمایه گذاری دارید، قسمتی از پولتون رو که بهش احتیاج دارین بردارین و بقیه مبلغ رو سرمایه گذاری کنین تا در زمان نزول مجبور به فروش نشید و ضرری رو متحمل نشید. آینده اتریوم رو درخشان تر میبینید یا بیت کوین؟ اگه فقط یه گزینه پیش رو داشتین، کدوم یکی رو انتخاب میکردین؟ بیت کوین یا اتریوم؟ لطفاً نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. از اینکه تا انتهای ویدیو همراهمون بودین سپاسگزاریم. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.